هدفش آن است که یک فضا ایجاد بکند که شما عزیزان بتوانید به تعمق بپردازید و از بزرگترین هدیهی که دارین در مغزتون که اون عقل و خرد است استفاده بکنیم و خودتون بتوانید به چشم خودتون ببینید به گوش خودتون بشنوید به قلب خودتون مسائل رو احساس بکنید و اون نتایجی رو بگیرین که اسباب آزادی شما از تمام آن شعوناتی که شما رو از انسان بودن و انسان شدن و لذت حقیقی انسان بودن رو از شما سلب میکنه از اونها آزاد بشویم برنامه امروز در این ساعت رو بنده مهمان عزیزی که داشتم به خاطر کسالتی که داشتن نتوانستن تشریف بیاورن به همین دلیل است که من در خدمت شما هستم و بعد از یک عرایزی تلفن ها رو باز میکنم با هم بتوانیم به محاوره و مکالمه مشغول بشویم من میخواهم یه مقدار در مورد مفهوم دانش و مفهوم و معنی بینش و آزادی صحبت بکنم عرایزی رو تقدیم حضورتون کنم واقعا دانش چیست؟ آیا کتاب خوندن است کسی که کتاب میخونه اونو میگن دانش اه آیا کمدونی یا نادونی اه واقعا اه اسباب اه گرفتاری های ما رو فراهم کرده نکرده آیا یک شخص قادر هست همه چیز رو بخواند و بداند آیا کم دانشیه که سبب بیچارگی انسانها شده یا کم میلیه به ایجاد آنکه از جهل و ناآگاهی کم بکنه آیا کمدونی و نادونی وقتی که با بغز و یا عشق افراطی نسبت به هر موضوعی آمیخته میشه آیا اینها خودش ما رو به یه جایی نمیرسونه که ما بهش میگیم تعصب آیا اگر شما به دنیای امروز در ایران عزیزمون و یا در ایالات متحده در اروپا و سایر نقاط تا عالم ناظر بشوید آیا فکر نمی کنید که مشکل دنیای امروز یکی از این چهار تا که بنده خدمتون عرض کردم آیا کمدونی یعنی علم محدود و نادونی یعنی اصلا جهل محض خودش اسباب بیچارگی عدم تعادل اختلال و استراب رو فراهم نمی کنه. من از دیدگاه روانشناسی هم وقتی به این قضایی نگاه می کنم می بینم که این اصل اصل کاربرد قویی داره یعنی آنکه وقتی انسان ها کم دانشن موقعی که انسان ها نادانن اون موقع هست که در حقیقت اسیر توهم اسیر اوهام میشن و بعد در معرض سوء استفاده قرار میگیرند توسط کسانی که به ظاهر یک مقدار بیشتر میدونن یا قادرن که بفهمن یعنی آنکه دانش آموزی اولین شاید رکن انسان بهتری شدن رو فراهم میکنه به همین دلیله که بنده معتقد هستم که هرچقدر تعلیم و تربیتی که ایجاد بشه در سطح جهانی در سطح کلی و از هر جهت مردم رو آگاه کردن بدون سانسورشیپ بدون هوب و بغز رو به عنوان یک میار قرار دادن که چه چیزی رو چه چیزی رو بنویسیم چه چیزی رو ننویسیم این شاید اولین مشکلیه که در عالم وجود داره بلخص در کشورهایی که توسط گروه های مذهبی و سیاسی که بر اساس شعونات مذهبی خرافی بنیان گذار شدن یعنی در حقیقت بنده فرضیم آن است که موقعی که انسانها اساس فکریشون بر اساس نادونیست ولی اگر چه به زیور مذهب یا سیاست خاصی این آراسته شده باشه اون نادانی باعث میشه که اونها مورد ظلم و ستم قرار بگیرن بذارین یک مثالی رو خدمتتون عرض کنم آیا در دنیای امروز ایران آیا شما فکر نمی کنید یه اعتقادات اساسی و بنیادی که بر اساس کمدونی و نادانی بنا شده مثل اعتقاد به این که دین و عمرای دینی علمای دینی بایستی سیاست کلی رو به دست بگیرن و اون اعتقادات مذهبیشون رو استفاده بکنن که دیگران رو که با این اعتقادات به نحوی به نظر اونها هماهنگی نشون نمیدن اونها را از حقوق و مزایای انسانی اجتماعی فردی محروم بکنن خوب دقت کنید به این یه قضیه ساده آیا این نادانی نیست نادانی نسبت به این اصل که انسان ها متفاوتن انسانها اه هر کدومشون اعتقادات خواست خودشون رو دارن در یه جامعه و یک گروه خاص حتی اگر در رأس حکومت فرض بکنید تا سالم بر اساس انتخابات صحیح روی کار آمده آیا میتونه یه فضایی فراهم بکنه که قوانین اعتقادی مذهبی خودش رو چه درست چه غلط اساس قضاوت قرار بده برای محرومیت حقوق و مزایای دیگران ببینید این دانایی و نادانی رو ایجاد میکنه مرزش رو یعنی این قبیل سوالات که شاید اگر بشه و اجازه بدن که بشه و ترس نداشته باشه کسی که سوال رو مطرح کنه بلخص از کسانی که میترسوننش از کسانی که تهدیدش میکنن میگن اگه این حرفا رو بزنی این سؤالا رو بکنی تو ناقضی تو مشرکی تو ملهدی تو منکری از این مزخرفات که به ظاهر خیلی قشنگ میاد ولی برای آدمایی که نادونن یا کمدونن و از همه مهمتر یه عشقهای افراتی به این عقاید دارن شما میبینی که مصیبت کبراشون شروع میشه یعنی آنکه سوال کردن سوالای منطقی اساسی کردن با نیت پاک کردن با علم به این که من میخواهم سوال بکنم که مطمئن بشوم که این اعتقادی رو که دارم از هر جانبی که بهش نگاه بکنم از هر ای که بهش نگاه بکنم یک اعتقاد انسانی عمومی و کلیست من بنابراین سوال رو باید بکنم به و, و سوال کردن خانم ها و آقایان نعزیز و محترم بستگی به اون فعل و انفعالاتی داره که ما بهش میگوییم اندیشه یعنی در حقیقت اندیشه هدف دانش دانش بایستی وسیله ای ایجاد بکنه وسیله ای شناخته بشه که یک فضایی ایجاد بکنه که انسان ها بتوانند سوال بکنن یعنی سوال های منطقی کلی بکنن از این نترسن که اگر من این سوال رو بکنم شاید ستیز جویی ایجاد میشه سوال ستیز جویی ایجاد نمیکنه بلکه بعضی از سوال ها هست که در حقیقت ما رو از یک وضعیت ستیز جو به یک فضای بالاتری رهنمون می شود به همین دلیل که پس اندیشیدن خیلی مهمه این است که کسانی مثل دکارت وقتی میگفت من می اندیشم پس هستم یا وقتی که از قدیم گفتن یک ساعت فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت کردن است یا ما میبینیم که در جای دیگر نوشته شده است که از یک ساعت گذشتیم از خیرش حتی یک آن فکر بکنید شما بهتر میتوانید زندگی و هدف زندگی خودتون رو بشناسید پس اندیشیدن در حقیقت فرقش با دانش آن است که دانش وسیله فراهم می کند برای اندیشیدن اندیشیدن یعنی اینکه اصلا هدف این فکری که من دارم چیه آیا این فکر باعث میشه که من پویاییم بهتر بشه یا فقط زنده بمونم چون یه ده هستن مردن خانم آقایان اگرچه بر روی عرض بر روی زمین سائرن ولیکن فی الحقیقه از انبات محسوبن همونطور که در نوشتجات اکثر رو نفوسی که حقیقتا عالی مقامن در مقام انسانی و روحانی چه مذهبی و چه در فلسفه های روانشناسی و غیره که انسان نیامده اینجا که مثل یک حیوان باشه نه اینکه حیوان موجود بدیه ولی یک قوه شاخصه ای هست بین انسان و حیوان حیوان اسیر طبیعت حیوان اسیر غریزه است ولی انسان که خودش رو اشرف مخلوقات میدونه یا فرض میکنه ما معتقدیم این برنامه معتقده که به اندیشیدن اندیشیدن من می اندیشم پس هستم باعث میشه که انسان زندگی خودش رو افکار خودش رو طرحهای خودش رو مورد آزمایش قرار بده یعنی یک تمدن فکری که در مغزش ایجاد کرده که مملو از قریضههاشه آرزوهاش، اعتقاداتش، چه مذهبی چه سنتی چه فرهنگی چه خصایلی که از خانوادهش آموخته با اندیشیدن یعنی ما وسیله ای داریم در ذهن خودمون در مغز خودمون که اینها رو بیاریم و به عرصه امتحان قرار بدیم یعنی چه تمدن مادی باشه چه تمدن مذهبی چه تمدن سیاسی ما به قول آرنالد توینبی معروف تمدن رو در گوته آزمایش باید قرار بدیم و به همین بیان جناب توین بی آرنولد یک کتاب دیگری هم دارد به اسم عادت و تغییر Change and Habit که آیا ما وقتی دانش رو می آموزیم آیا این دانش کمکمون میکنه که اون عادتهایی رو که بر ما تحمیل شده یا ناخداگاه خودمون اونها رو در وجود خودمون زب کردیم از اونها جدا بشیم آیا تغییر یک کار خارجی یعنی قدرتهای خارجی باید برای ما تغییر ایجاد کنن یا داخلیه یعنی اول من فرد بایستی ببینم اوهامم چیه حقیقتهای اعتقادیم چیه یا باید تابع یه گروهی باشم یک فرد دیگری باشم که به من بگه که یک حقیقت رو باید قبول بکنم یا خیر پس بنابراین سرانان سر عزیزم دانش یک وسیله است حالا یه هستن، این دانش رو دارن ولی چون از هدف این دانش قافلن که ما بهش میگوییم بینش اسباب ذلت خودشون و دیگران رو فراهم میکنن یک دنیای تخیلی برای خودشون درست میکنن و تو این دنیا یه تصوراتی میکنن و بعد سعی میکنن وقتی هم که دانش آموزی میکنن اون اجزای اطلاعاتی رو انتخاب کنن که با اوهام هایی که دارن تطبیق بکنه یعنی هدفشون دانش آموختن به معنی تغییر و تحول بنیادی و ریشکنی خراف گرایی نی بلکه بالعکس میرن دنبال علم برای اینکه بخوان و بتونن یک شکل و شمایل علمی سوری خرافی مجازی به این اعتقادات فرسوده خودشون بدن مثال عرض بکنم آیا کسی هست در این عالم که به تغییر و تحول معتقد نباشه؟ ببینین یه فرضی است شما آیا موجودی رو میشناسید که تغییر و تحول در وجودش نباشه آیا شما همون انسان دیروز هستین آیا شما همون افکار سی سال قبل رو دارین آیا میتونین احتیاجات خودتون رو با احتیاجات دو سالگی، پنج سالگی، پونزه سالگی اگر مثلا بیس پنج سالتون رو مقایسه کنیم تغییر و تحول جزء وجود انسانه بنابراین دانش آموختن یعنی چگونه من بتونم این تغییر سالم رو در خودم ایجاد کنم آیا ما در ایران خودمون ما اسیر این نیستیم که یه ده هنوز معتقدن که ما میتونیم با اعتقادات هزار سال قبل، دو هزار سال قبل، ۵هزار سال قبل حتی صد سال قبل زندگی کنیم آیا دانش آموختن معنیشی نیست که ما سخنمون فکرمون افکارمون اعمالمون تابع شرایط احتیاجات زمان و مکانی باشه که درش زندگی میکنیم آیا قرن بیستو کم و قرن بیستم یک تحولی در اعتقادات ما ایجاد نکرد یکی از بزرگان حقیقتا انسانی یه ایرانی به اسم عبدالبها عباس این قرن بیستم رو و من در همین راستا قرن بیستی کم رو قرن انوار میدونست یعنی نه تنها ایشان بلکه خیلی از متفکرین دیگر دنبال این قضیه رفتن و مثل تاماس پین که اینها معتقد بودند که قرنی که قرون از 15 16 17 به بعد در حقیقت یه قرنی بود که چشمها رو باز کرد گوشت ها رو شنوا کرد و وسایل و وسائلی فراهم شد که مردم دیگه نتونن در ظلمت جهل اعتقادات خودشون رو حفظ کنن بلکه اعتقادات به روی صحنه میاد مردم شروع میکنن اینها رو بررسی کردن چرا بهش میگفت قرن انوار قرنی که نورانیه برای اینکه تمام اعتقاداتی رو که مردم در قرون و اثار متوادی فکر می که شاه چلیده و یا چلید رعف مشکلات تمامش با بحران روبرو شد یعنی به نظر بنده رنسانس مادی و رنسانس روحانی روحانی رو که بنده میگویم به معنی انسانی فکری هست و نه فقط مذهبی مذهب به نظر من وسیله است ابدا شما نمیتونی در مورد مذهب صحبت بکنی یا سیاست صحبت بکنی و فکر بکنی که اون میتونه تو رو بسازه نه سیاست و مذهب و تشکیلات سیاسی و تشکیلات مذهبی در حقیقت وسائلی هستند که یه آرمانهایی رو به ما میدن ولی وسیلن هدف اونها نیست و به همین دلیله که یکی از مسائل محکمی که در قرون بیست و بیسیه کلان حاصل می شود آن است که دین رو هدف دونستن مردم رو بیچاره میکنه همونطور که شما میدیدین با ارامنه چه کردن شما دیدین با یهودیان چه کردن شما میبینید با زرتشتیان با بهاییان چه میکنن من نمیخوام وارد این قضایای جانبی بشم ولی برین یه ذره والاتر فکر بکنید دانش بیاموزید و بعد بینش حاصل کنیم علت مشکلات امروز ما آن است که نفوسی الان ممالک ما رو دانشگاه های ما رو مجامع علمی ما رو شاید دارن میچرخونن که اینها تعصبات و خرافات خودشونو دارن اگر مذهبی هستند، سعی میکنن که این خرافه های خودشون رو جنبه تقدسی بهش بدن اگر سیاسی هستن میخوان با احساسات مردم بازی کنند، سعی کنن آب رو گلالود کنن سعی میکنن اصول اخلاقی اصول انسانی رو فدای آرمان های سیاسی خودشون یا حزبی خودشون بکنن اینها رو شما بایستی متوجه بشویم بشویم و بشوید چرا؟ چون هر چقدر ما دانشمون بیشتر بشه میفهمیم که در تمام این احزابی که وجود داره در عالم تمامش بدون تعصب یه مقدار از این عوامل وجود داره چین این عوامل رو باعث میشه که ادامه پیدا بکنه اون نفوسی که در زیر سلطه این عمرا هستن چه مذهبی چه سیاسی یعنی به نظر بنده هر چقدر افراد یک جامعه بینششون بیشتر فهمشون بالاتر بره انتظارات خودشون انسانی تر و کلی تر بشه شما میبینی که رهبرها در حقیقت تمامشون قدرت های خرافی که دارن رو از دست میدن این شاید از جمله علامات بلوغ عالمه یعنی قرن انوار قرن بلوغه دیگه هر کسی که رهبر بشه رو شما قبولش نمیکنی چه که رهبر حقیقی کسیه که خادمه تمام اون کسانی باشه که در زیر سلطه مملکتی وجود دارن زندگی میکنند اگر به عنوان ذکر مثال یک رهبری بیاد در مورد این حزب یا اون حزب یا این گرایش اعتقادی یا اون گرایش اعتقادی رو کوچیک بکنه به هم بزنه آیا خود این رهبر عامل نفاق نی چه سیاسی چه مذهبی آیا وقتی یک رهبر مذهبی میخواهد یه تصمیمی بگیره اگر رهبر مذهبی بشه حالا رهبر سیاسی و رهبر مدنی که تمام تصمیماتش بر اساس اعتقادات مذهبیش باشه آیا این تعصب رو نشون نمیده؟ آیا یه بیانی که همیشه مورد توجه بوده که سلطنت بماند و اهدی اقبال نکنند این یکی از پیشبینی هایی هست که میرزا حسین نوری میکنه بلقب به الله که انقدر اوضاع و احوال بد میشه انقدر سیاسیون و روحانیون نشون میدن که ناقابلن که مردم آگاه میشن توده دیگه به خاطر وسایل سمی و سری و ارتباطی هر کسی رو قبول نمی کنه. که باعث میشه وقتی توده روشن فکر شد دیگرندی اندیش شد رهبرای سالم رو انتخاب کنه اینها رو بنده میگویم دانش و بینش یعنی از یک طرف بینش به مفهوم آن است که اصول جاودانی ازلی و بنیادهای کلی رو که ما تصمیم گیری میکنیم چیه آیا در عصر حاضر ما میتونیم قبول بکنیم که احزاب مختلفه باید به جنگ هم بپردازن آیا ما خودمون رو انسان که میدونیم انسان بودن ما به چه چیزی توصیف میشه آیا به مذهبمونه، به رنگمونه، به وطنمونه این معنیش این نیست که وطن مهم نیست نژاد مهم نیست رنگ مهم نیست چرا مهمه؟ چون تنبوه مثل یه گلستانیه که گلهای متفاوتی داره از لحاظ رنگ ولی گلیتش کرد از دست نمیره که آیا ما دنبال این هستیم که همه رو یک رنگ بکنیم یا میخواهیم که در عالم رنگ بیرنگی حقیقی رو هم احساس بکنیم اینه میگم بینش یعنی حب به وطن حب به یک سنت آیا به معنی این هست که ما خیانت بکنیم به و دیگه آیا معنیش این هست که ما خیانت بکنیم به رنگ های دیگه آیا حب به یک دین یا یک مرام باعث میشه که خودمون رو برتر و بهتر بدانیم تا جایی که دیگران رو محروم بکنیم اینا رو من میگم بینش یعنی در حقیقت فردوسی علیه رحمه وقتی دو هزار سال قبل خانم آقایون ما همه اینها رو میخونیم دو هزار سال قبل وقتی اومد خرد و مهر رو اساس تمام انسان مهوری ها قرار داد ما هیچ موقع اونو فهمیدیم آیا ما خیام ها رو فهمیدیم؟ آیا سعدی رو که بنی آدم اعضای یک یا یک پیکرن؟ که در آفرینش است یک گوهرن؟ ما اصلا فهمیدیم این رو یا فقط حفظ کردیم تو تباری گفتیم رج شدیم برای اینکه فکر کردیم اگه اینها رو کد بکنیم در حقیقت ما رو بیشتر قبول میکنند آیا این خودبینی هایی که داریم نتیجه کمبینی های ما نیست اونطوری که سید علی محمد باب شیرازی در بیان فارسی خودش میگوید آیا ما به جای این که به خارج نگاه بکنیم خارج از خودمون آیا هیچ موقع کتاب نفس خودمون رو خوندیم اونطوری که سقرات و محمد و کانتو تمام فلاسفه و اندیشمندان صحبتشو کردن اینا رو میگوین اندیشه و بینش یعنی دانش یک وسیله ای رو فراهم میکنه برای بینش بینش به معنی سادش اینه من به اون اعتقادات عقایدی که بر اساس خرد نباشه قبول نکنم و خرد من بایستی مهر پروری ایجاد کنه و خرد پروری و مهر پروری بایستی یک هیکل جامعه جهانی رو در نظر بگیره یعنی حتی اونهایی که به وحدت عالم انسانی معتقدند این هم فقط یک رتبه از یک وحدت والاتر نظم والاتری هست که این فقط مقدمات شد چون تا انسانها این بینش های انسانی را حاصل نکنن چگونه توانند به اسرار کیهانی و جهانی پی ببرن تا انسانها به انسانها حرمت نورزن عشق نورزن حتی اگر با هم دیگه اختلاف نظر دارن اختلاف نظر خیلی هم خوبه اتفاقا از تصادم افکار شما بارغه حقیقت رو میتونیم ببینیم شما وقتی که افکار با هم مخالفن خیلی هم خوبه چون میتونن شعاهای یک دایره باشن ولی مرکز اون دایره وحدته دو تا شعا مثل هم نیستن دو تا نظریه هم مثل هم نیستن هر نظریه یه دانشه ولی بینش اینه که همه اینها در سطح دایره هستن ببینین خانم آقایون نتیجه دانش و بینش است که باعث میشه که ما از هر اعتقادی چه مذهبی چه سیاسی چه فرهنگی به اسم خدا و پیغمبر و هر چیزی که شما مایلید اسمش رو بذارید اگر این اعتقادات من رو محدود میکنه جاهل میکنه کمدون میکنه نادم میکنه بغزم رو زیاد میکنه تقلیدم رو زیاد میکنه حرفای گذاف زیاد میزنیم ولی خودمونم نمیفهمیم اینها رو با استی به توجه جا کنیم یعنی در حقیقت عزت فرد رو باید بدونیم ما میخوایم آ انسان بشیم آدم بودیم انسان بشیم ما در حال شدنیم نه در حال بودن اونهایی که فکر میکنن بنده دارم به زم اونها مزخرف میگم از خودتون سوال کنید آیا میتونید در جهان فعلی زندگی کنید خودتون رو در حقیقت روی زمین ساکن ببینید و به دیگران ظلم کنید خودتون رو برتر بدونید آیا شما چطوری میتونید بخوابین آسوده بخوابین وقتی میبینین هموطنان شما یا اسیر توهمات هستند، یا اسیر زلزله هستم بلاهای طبیعی رو میشه کارش کرد با تمدن با شناخت بیشتر ولی بلاهایی که نتیجه خرافگری هست جهله تعصبه اونا رو چه کار میخوایم بکنیم دانش و بینش باید ما را آزاد بکنه از خرافگری خانم و آقایون من خیلی معتقد هستم به مقام انسان انسانی که وجودش پر از جواهره ولی قابلیت ظالم بودن قابلیت حقیر شدن رو هم داره انسان چون یک مخلوقیه که میتونه عوامل طبیعی رو که بر حیوان بر جماعت بر نبات حکومت میکنه بگیره و تغییر و تحول بهش بده به عبارت دیگه اگر چه طبیعت تحت قوانین عمومی کلیه ولی انسان اسیر طبیعت فقط نیست و نبوده انسان چون اراده داره انسان یه روح مجزا داره انسان که شمشیر رو از دست طبیعت میگیره بر فرق طبیعت میزنه انسان که هواپیما ایجاد کرده چون طبیعت رو شناخته قواش رو شناخته یعنی سروران عزیزم مقام اراده چقدر مهمه در آزاد شدن ما به جای این که دعا بخونیم که یک کس دیگه ایرانمون رو درست کنه خودمون رو درست کنه دعا بخونیم که خداوند کمکمون کنه از این دوگانگی هایی که در وجودمون هست آزاد بشیم از خردمون استفاده کنیم ما مظهر اسم مختاریم ما میتونیم تصمیم بگیریم علت این که بیشتر ما افسرده هستیم استراب داریم چون پویایی خودمون را از دست دادیم چون خانم ها آقایون همونطور که نیچه در اون کتاب معروف خودش که اراده معطوف به قدرت نامیده میشه موقعی که انسان ها همه میخوان به قدرت برسن آیا این قدرت هست که انسان رو از بین میبره یا اون قدرتی که انسان ها رو اسیر میکنه حقیر میکنه ذلیل میکنه اونه که باسی از بین بره قدرت هم وسیله است آیا اون انسانی که قدرت رو وسیله ای برای شناخت بیشتر بینش بیشتر باشه و این قدرت رو استفاده کنه برای یک فضایی که انسان ها آزاد بشن از خرافه های سنتی فرهنگی سیاسی و مذهبی آیا این قدرت بده؟ بنابراین ما بایستی انتخاب بکنیم اگر هم رهبر یه جامعه هستیم بایستی قدرت انتخاب به مردم بدیم جلو اونها یه چیزی نگیم پشتشون یه چیز دیگه بگیم از غیبت پرهیز کنیم یه مقدار با خودمون رو راست باشیم به دیگران کار نداشته باشیم خودمون خودمون رو منظح بکنیم و از همه چی مهمتر فکرمونه چون اگر روحیم داریم بزرگترین اشعه روح فی الحقیقه فکرمونه پس بنابراین سبا نعیزم قبل از اینکه من این در هفت دقیقه یه کارگردان عزیزم ها رو باز کنن من نتیجه گیری کلی که می خواهم بکنم آن است که آزادی یعنی رها شدن از اعتقادات فرسوده ای مثل مطلق گرایی و آزادی یعنی به جایی برسیم که دین و سیاست رو قلم روش رو جدا کنیم دین هدفش آن است که اخلاق رو ترویج بده سیاست هدفش آن است که مسلمان و بهایی و یهودی نداشته باشه بلکه یک فضایی ایجاد بکنه که بر اساس یک کانترکت اجتماعی تنظیم شده رهبر اون کسیه که اعتقادات مذهبی خودش رو نذاره اساس کار قرار بگیره برای تصمیمات سیاسی که میتونه افراد مختلف رو شامل بشه شما دقت بفرمایید به قضیه فلسطین به اسرائیل و اورشلیم ببینین آیا زیر بنای این فعل و این فعال ها چیه شما دقت بفرمایید به آنچه که در ایران واقع میشه با گروه های موافق و مخالف رهبر باید از همه اینها فراتر باشه والاتر باشه اصلا به من چه که دین یک نفر دیگه چیه من میخوام ببینم اون اعتقاداتی که داره چگونه اون رو پویا کرده انسان کرده من نمیخوام هرگز کسی اعتقادات منو پیدا بکنه من میخواهم هر کسی اعتقاداتش انسانی تر بشه این مسائل رو ما خیلی در این برنامه ها بهش توجه کردیم و میکنیم اگر من بخوام خلاصه بکنم این حرف شاید افلاتون که در جمهوریت خودش در کتاب پنجم گمان میکنم میگه اون کسی خردمنده کسی انسانه کسی میتونه مدینه فاضله رو درست کنه که حکمت و شفقت و عدالت و شجاعت رو سمبل زندگی خودش قرار بده بها الله موقعی که میگوید عالم بین باشید نه خود بین موقعی که گاندی میگوید اون تغییر و تحولی که میخواهی می خواهی در خارج ببینی در کسی دیگه ببینی در خود ایجاد کن ما باعثی از برتری و بهتری به معنی برتری و بهتری که بخواد یک فرد رو کو، کوچیک بکنه دیگری رو ازش بود بپر. بسازه که قابل پرستش بشه ما بایستی پرهیز کنیم خانم آقایون نه بپرستید نه کوچیک کنید بلکه از همه کس میتونیم ما یاد بگیریم ما باید یه فرهنگ یادگیری از همدیگه ایجاد بکنیم به جای فرهنگ قضاوت هم دیگه به جای اینکه دین مردم رو عوض بکنیم بذارین اعتقادات اساسی انسانی رو جایگزین کنیم نکته آخری رو که میخوام عرض بکنم این است خیلی از فلاسفه خیلی از سیاست مدارا، خیلی از نفوس که آمدن صلح رو ایجاد بکنن عدالت رو ایجاد بکنن فکر کردن اگر فقط دول دو دور هم جمع بشن مثل کانت کانت کتابی داره به اسم پرپیچوال پیس صلح پایدار که این میگفت زمامدارای اروپایی بیان دور هم جمع بشن یه تصمیم های کلی بگیرن من فکر میکنم چیزی که کانت متوجه نبود این است که صلح دائمی مربوط به اروپا نیست اگر چه من میفهمم کانت رو که مقصودش این بود که چون در اروپا زندگی میکرد اون رو مورد مثال قرار داد ما الان به یک نظام جهانی معتقد هستیم که نه شرقی باشه نه غربی ما یه نظامی که انسان رو محور بکنه ما نظام انسانی میخوایم و هر چیز دیگه ای رو میخوایم تابش بکنیم نکته دوم آن است که اینها نمیتونه فقط اعتقاداتی باشه که در زمینه سیاست و مذهب ما بهش معتقد باشیم اینها با استی وجدانی بشه با باطنی بشه یعنی ما باید ذاتن وجدانن حقیقتا معتقد بشیم به اینکه سیاه و سفید هر دو انسانن جمهوری خواه یا دموکرات فقط دو تا حزبن ولی هدف از این سیستم آن است که کل امریکا رو در نظر بگیریم عالم بین باشید نه خود بین معنیش اینه خود بینی خانم آقایون ایگو موقعی که شما حرفایی رو میزنی که از جهان بینی خارجه و الا هر فردی باید شاخص باشه هر فردی باید نظر خودش رو بده و الا افسرده میشه و الا پج میشه و الا باعث میشه که تقلید بکنه و سایر امورات در اینجا من خطوط رو باز می کنم و شما می توانید زنگ بزنید و در این راستا با هم دیگه صحبت بکنیم و محاوره ای داشته باشیم تا زمانی که من سوالات رو بگیرم یکی از شما عزیزان سوال کردین که این برتری و بهتری که به میان آمد من دفعه قبل با مهمان عزیزم این کد رو وردم که برتری و بهتری که به میان آمد عالم ویرانه شد و یکی از شما عزیزان در ایران که این برنامه رو گوش میدادین به بنده فرمودین توسط ایمیلتون که آیا این حقیقتا معنیش چیه چون زیاد ارزشی نداره چون هر گروهی ما شما مثال زدی مثال مذهبی رو چطوری میتونه یک مسلمان معتقد نباشه که دینش برتره دینش بهتره یا یه بهایی اگه معتقد نباشه که تشکیلاتش دینش تعالیمش برتره بهتره چطوری میتونه اصلا دوام بیاره و چگونه ما میگیم یا بهتر بگوییم کسی که این صحبت رو کرده در لوح اتحاد خودش به الله این مسئله رو پیش میکشه که هر موقع که برتری و بهتری به میان آمد عالم ویرانه شد یعنی چی من چیزی که میفهمم از ایشون و از سایر نویسندگانی که قبل از به الله و یا بعد از به الله هم نوشتن آن است که ما برتری فردی نمیخوایم ایجاد کنیم و الا افکار با هم دیگه متفاوت بعضیشون شدت نفوذش بیشتره بعضیش شدت هاتش بیشتره اونا رو که نمیتونیم انکار بکنیم بعضی از افکار یه خصوصیات ویژه ای داره مثلا شما یک نظمی که فقط به فکر یک نژاد خواسته یک دین خاصه، با یه نظمی که جهان آراست انسان محوره شما نمیتونید این رو بهتر یا مناسبتر ببینید البته که میتونید و همینه که ما خرد داریم که این تشخیص رو بدهیم که کدوم راه بهتر میتونه به ادامه بقای جهانی همه ما کمک بکنه ولی موقعی برتری و بهتری اسباب بدبختی میشه که در حقیقت ما انسان ها رو به خاطر اعتقاداتشون کمتر از خودمون بدونیم یا بپرستیمشون بفرمین بفرمین ببخشید من زود قد کردم فکر میکنم یا قد شد دوباره بفرمین این بزنیم یعنی پس برتری و بهتری که به میان آمد آلم ویرانه شد یعنی وقتی که یک سیاه خودش رو پایین تر بدونه یک سفید برتر بدونه یا آمریکا اول ایران اول این هاست که بیچارگی میکنه چون وقتی شما به همچین برتری های معتقد بشین در حقیقت شما باید یه گروه رو از یه ده حقوق و مزایا محروم بکنید این چیزیه که من میفهمم و الا مسلمه که یک ای که جهانی تره کلی تره بینش رو فراتر میکنه با اون ای که محدود تره اون نه تنها مناسب تر و برتر و بهتره بلکه انکار کردن این پرتری و بهتری شاید ما رو دچار اختلال میکنه و از اعتدال خارجمون میکنه مستربمون میکنه به همین دلیله که از یک طرف باید به وحدت قائل بشیم از یک طرف بایستی به شدت انرژی که افکار داره قائل بشیم این رو من در همه جا میبینم یعنی تمام گل ها اگر چه فی نفس گلن ولی یه تفاوت هم دارند. و اون تفاوت ها چون طبیعی اونها نیست که گرفتاری ایجاد میکنه برتری و بهتری که به میان آمد عالم ویرانه شد یعنی شما در حقیقت بخواهی نسبت به یک اعتقاداتی که داری یک کسی رو پایین بذاری یک کسی رو بالا بذاری این میتونه در یه جامعه ایجاد بشه میتونه در یه خانواده ایجاد بشه پس بنابراین سرور عزیزم اه، اون چیزی که مهمه اه، ما بایستی ریشه های این افکار خودمون رو بفهمیم اگر ریشه هاشو رو فهمیدیم اگر تونستیم ریشه یابی کنیم اونو میگم بینش بعد باید به یه اصولی بالاتر پناه ببریم و به مطلق گرایی این اصولم پایبند نشیم هیچ اصلی نیست که بایستی تا ابد بر ما حکومت کنه انسان رو محور بذاریم نه افکاری رو که معتقدین، شما خدا بهت بگه که چون زنی، چون سفیدی، چون سیاهی، تو برتر یا بهتر یا کمتری، بندازینش بی دور بین بی مفاهیم عالیه جدیدی ایجاد بکنین برای اینکه بتونیم آزاد بشیم. چون تا انسان یه مفهوم بدی، سالم تری رو ایجاد نکنه، که نمیتونه با اراده خودش از مفاهیم قدیمی که کار نمیکنه آسوده بشه رها بشه حداقل اگه خودمون نمیتونیم بکنیم به بچه هامون رحم کنیم به بچه هامون اجازه بدیم دانش جهان شمولی داشته باشن همه چیز رو بدونن سلکتیو منتخبات بهشون ندین تا حداقل نسل بعدی ما از ما یک مقدار جهان بینیش بیشتر بشه آزادتر بشه وجدانن معتقد بشه به صلح نه الزامن خوب دقت بفرمایید نه به خاطر ضرورت تنازع بقا به صلح معتقد بشه به خاطر وجدان به خاطر اینکه معتقد باید باشه جدال و نزاع شعن حیوانه نه شعن انسان این باید اعتقاد وجدانی پیدا بکنه نه به خاطر ترس از جهنم یا رفتن به بهشت یه اعتقادی پیدا بکنه چون بهشت و جهنم خانم و آقایو توسط اعمال ما افکار ما کنترل میشه اونایی که به امید دنیای بعد در این دنیا زندگی میکنن خیلی خوبه ولی یادتون باشه دنیای بعد حول اعمال و رفتار، این دنیاست پس من نمیخوام وارد این مقوله های فلسفی و مذهبی بشم ولی به خاطر دنیای بعد زندگی نکنید امروز رو نگران باشید بهشتتون رو امروز بسازید قربانی نشین که شاید در دنیای بعد به هر نحوی که توصیفش کردین شما به جایی برسید در مسیر حقیقت ظلمم اگر متعمل میشین اون رو به عنوان این نگیرین که بازنده این ابدا گاندی ها بازنده نبودن سغرات ها بازنده نبودن بهاولا ها باب ها شهاب دین سهروردی ها اینالغازات احمدانی ها اینا بازنده نبودن اینها هنوزم که هنوز زندن اگر هم بقایی در عوالم دیگه دارم تابه این عالمی بوده که درش بودن ما نباید مثل کرم خاکی زندگی کنیم ما نباید فقط بیایم اینجا به خودمون مشغول بشیم آزاد باید شد و این هدف اساسی که بنده دارم مطرح میکنم اگر شما بهش توجه بکنید یک نفر زنگ میزنه نمیدانم که این مربوط به ماس یا خیر بزن. بله بفرمین الو سلام علیکم قربان شما بفرمین حال شما خوبه من عظیمی هستم از آل آلمان زنگ میزنم از تلویزیون برنامه راهکارگر بله. شما بخش فنی خب مثل اینکه اشتباه گرفتیم در هر صورت ولی این برنامه برنامه دانش و بینش آزادی است و در این 20 دقیقه که مونده اگر شما سوالاتی دارین مطلبی دارین بفرمایید در هر صورت اون چیزی که بنده میخواهم توجه شما رو به جلب بکنم آن است که دنیای امروز پر از گرفتاریه من فکر نمی کنم کسی واقعا راه حل کلی برای این عالم پیدا کرده چون هر کدوم از این راه آلوده شده به یه مرام خاصی که خود اون مرام بایستی مورد مطالعه قرار بگیره من در ایران وقتی ناظر میشم به یک اصلی توجه کردم شما ببینید آیا بنده بینشم یا دانشم چگونه است و مطمئنم ناقصه ولی دقت بفرمایید ما در ایران تقریبا تجربه های زیادی کردیم ما یه مقدار مشروطیت رو تجربه کردیم ما استبداد و استقلال رو تجربه کردیم ما معالفت و مخالفت و دوال مجاوره رو تجربه کردیم ما حکومت‌های های مختلفه استبدادی و حکومت‌های تقریباً تقریبا مستقل آزادی رو تجربه کردیم برای من این سوال هست چی شده که ما به این وضعیت فعلی گرفتار شدیم چی شده ایرانی که عزتش جهانگیر بود ایرانی که امروز اهل علم و معرفت قبطشو میخورن چه عواملی باعث شده و آیا انسان خودش قادر هست نجات بده یا یک تعییدات دیگه لازمه من ایزه بدین این رو بگیرم بفرمین سلام از کردم آقای دکتر خوش آمدین خیلی خوش آمدین آیا دکتر یک سوالی از شما داشتم من برنامه شما رو زیاد ببینم من راجع به این کلمه رای ما بشر چجوری باید درکش کنی چجوری باید بفهمی حضرت موسی که با درخت صحبت میکرد حضرت رسول اکرم با جبرئیل صحبت میکرد حضرت عیسی که خودش پسر خدا میدونست واقعا این کلمه رای رو را ممکنه برای ما توضیح بدید که چگونه به پیامبران میرسیدن خیلی تشکر خیلی ممنونم از سوال شما ببینید سربر عزیزم چقدر قشنگ شما من خلوص حقیقی رو حس کردم در صدای شما ببینین این چرایی رو که شما مطرح میکنین به خاطر ندانستن نیست این چرا؟ به خاطر اینه که با دانشهایی که ما الان پیدا کردیم بعد از موسی، بعد از ایسا، بعد از محمد، بعد از تمام این پیانبرها، دیگه اون تعریفی که از وحی و پیامگیری و خود خدا و خود پیامبر و اینها برای ما میشه، با این بینش های جدید و دانش های جدیدی که علم و فلسفه و فیزیک به ما میده نمیخونه بنابراین چرای شما یه چرای فلسفی عمیقی است به نظر بنده سرور عزیزم من معتقد نیستم شخصا شما تصمیم خودتون رو بگیرید که این عبارات رو ما بایستی لغوی بگیریم ببینین مثال عرض بکنم یک فرد شجاعی در مسیحیت پیدا شده الان این پوپ اخیره با شجاعت تمام اومد گفت این داستان آدم و هوا و درخت و اینها تمامش رو یا باید تخیلی بگیرین یا باید تمثیلی بگیرید خوب دقت کنید بنده چون در این برنامه به احدی نمیخوام بی حرمتی بکنم من نمیگویم که این اعتقادات اساس نداره ولی من میگم اساسش دوران بچگی عالمه دوران عدم بلوغ عالمه ما امروز نمیتونیم به خدا به پیامبر به وحی به الهام طریقی که 500 سال قبل 100 سال قبل هزار سال قبل نگاه میکردن نگاه بکنیم یعنی به گرفتاری خیلی زیاده دقت بفرمایید اگر موسا و درخت رو بگیریم من نمیفهمم به عنوان کسی که دانش و بینش و آزادی رو داره اینجا تقدیم موضوع رو شما میکنن چرا خداوند به هر نحوی که این خدا هست چرا با خود موسا حرف نمیزنه آیا موسا که انسانه از یه شجر که مادون انسانه لیاقتش بیشتر نیست چرا کسانی مثل ملاحادی سبزواری کسانی مثل حلاج چرا اینا انیان الله میگفتن اینا کفر شما اگر ندای خدا رو از درخت بشنوید خیلی خوبه ولی اگر از انسان بشنوید باطله آیا انی ان یعنی من خدام یا یعنی ندای خدا رو بلند میکنم مخصوص اینه که من دارم غرور میورزم یا شما به یه مقامی میرسی وجدانی که میبینی که در مقابل عظمت فنای محضی خودت رو با حقیقت الهی هماهنگ میبینی ببینین سرور عزیزم چون من بر اساس فلسفه و فیزیک و حقیقت این مسائل مذهبی رو میبینم شاید خیلی ها با من هماهنگی فکری نداشته باشن ولی حقیقت رو که نمیشه عوض کرد واقعیت رو که نمیشه عوض کرد آیا مسیح پسر خداست ما چرا میگه خدا پسر داره خدایی که این ارتباط ها رو داشته باشه که از خدایی ساقته اصلا خدا میگه صفت داره حرکت داره سکون داره میگه خدا بالا داره پایین داره اینا که خصوصیت عالم ماده است آیا این همون ماتریالیزم بیالکتیکی نیست که بهش معتقد بودن و هستن؟ اینا رو فکر کنید ببینید دانش بینش آزادی بنابراین من به شما به عنوان حبیب دوست شما و خادم شما عرض بکنم این تعاریفی که ما به این لغت ها دادیم و مفاهیمی که دادیم همش بچگونه است و علت این که مردم ضد دین میشن ضد این مسائل میشن برای اینکه عمرای ادیان نمیخواهند که بفهمن مردم که اینا همش الان تشبیهیه یه چیزی شاید در دوره موسی خیلی لغوی بود الان تشبیهیه چرا تشبیهیه برای اینکه اگه بخواد این حقیقی باشه اصلا معنی خودش رو دست میده نه خدا با کسی حرف نمیزنه خدا با محمد حرف نمیزنه آخه حرف زدن در شهر خدا نی. آیا حالا من سوالهای بهتری بکنم آیا اینها بالقوه میتونن تمام این پیام هایی که داشتن رو داشته باشن و بعد به مرور زمان بروز بدن این هم یه احتمال هست بهش فکر کنید یعنی عظمت موسی و محمد و سغرات و بودا و همه اینها آیا به خاطر این قوای درونی که در اینها بود یعنی به عبارت دیگه آیا اینها وقتی میگوین با درخت حرف زدم با اون حرف زدم خواب بودم روی تخت خوابیده بودم اینا دارن لغوی میگن تشبیهی میگن یا براسر ادراات که مردم این حرفا رو میزنن یعنی اگر موسا در گردنوسی یکم میخواست حقیقت خودش رو ابراز کنه خانم آقایون میامد همون حرفا رو میزه که اصلا بهش میخندیدن چرا میخندیدن نه به خاطر اینکه میخوام بخندن به خاطر اینکه واقعیت نداره خدا سعود و نزول نداره خدا تعریف نمیتونه بشه به قول انیشتن اگر در قرن بیست و بند خودم رو ببندم به این تعاریف به خودم توهین کردم به خدا بی حرمتی کردم یه مثال دیگه بزنم آیا اعتقاداتی که ما داریم در مورد این آقا خدا یا خانم خدا که البته ای داره کجا بریم بخونین در ادیان ابراهیمی همیشه این مرده در ادیان دیگه میتونه زنم باشه در عج... یه گروه دیگه میگن نه زنه نه مرده چون اینا دوتا کیفیت یینگ ببینین من نمیخوام دوباره شمارو در یه جایی بذارم که من جواب بدم من اصلا به جواب دادن معتقد نیستم بلکه میخوام یه فضایی فراهم بکنم که شما فکر کنید تعمق بفرمایید بفرمایید بفرماید قربان شما روی خط هستیم بفرماید و استعداتون کم میاد بلند بفرماید لطفاً به آقای ریاضتی میخواستم بله شما الان روی خط هستیم با بنده در خدمت شما هستم بفرمایید آقای ریاضتی سلام از میکنم خدمتتون خیلی, خیلی ممنون خیلی متشکر از این همه بینش عالی و تفکر بسیار جالبتون سوالم اینه که اصلا چیزی به نام تقدس یا مقدس وجود داره یک چی بعد سوال دوم اینه که آیا قبر سلمان فارسی ره تا به حال شما شنیدین یا اون جایی که کجاست و چه جوریه خیلی ممنونم, ممنونم. ممنون میشم ممنون, ممنون. سوالی نداریم قطع کنم بدای شما خیلی ممنون از تلویزیون توجه کردید الان خطوط داره میدرخشه من در مورد سوال اول میخوام مطلبی رو عرض بکنم چون سوال دوم سرور عزیزم تحقیقات من هم نشون میده که دقیقا نمیدونم که کجا هست این قبر سلمان ولی سوال اول خیلی مهمتره و در شهن این برنامه هم هست به نظر بنده هیچ چیزی مقدس نیست فقط یک چیز مقدسه حقیقت تقدس یعنی پاکی یعنی اون چیزی مقدسه که آلوده نباشه به اوهام به پدیده هایی که نشه انسانی باشه بنابراین بنده خیلی راحت به شما عرض میکنم قبل از اینکه سوال بعدی رو بگیرم من به تقدسات فقط به یه چیز معتقدم. مقام انسان مقدسه. مقام انسان عظیمه. تقدسات اگر به این معنیه که یک چیزی رو من اسیرش بشم من بیام سر به خاک ببرم، نه. تقدسات اونه که منو آزاد کنه از اوهام. فقط یه چیزی مقدسه مقدس یعنی پاک شدن فقط یک چیز ما رو پاک میکنه سرور عزیزم حقیقت واقعیت حقیقتی که نه معصبیه نه سیاسیه حقیقت اون چیزیه که جهان شمولی و انسان محوریه اون مقدسه هر جا که بری کعبه الهیه واسه الهی یعنی عمومی اون مقدسه نه اورشلیمه که سرش بجنگیم انسان ها رو بکشیم نه کعبه است نه حیفاس نه تهران انسان اون کعبه خاکی اون زمین میخنده به ما میگه ای لا انشعور ای بی شعور حبیب تو میای دور من تواف میکنی ولی از یک انسان دیگه اجتناب میکنی به خاطر رنگش پس چه چیزی مقدسه؟ ما باید مقدس بشیم مقدس از این اوهام ها مقدس از این اعتقادات فرسوده مقدس از این که موسا با درخت حرف زده مقدس از این که یه واقعیت عینی داره نه ما باید قبول بکنیم محمد داره حرف میزنه موسا داره حرف میزنه این عظمت فکری موسا در حد خودش در اون زمانه بنابراین تقدسات میتونه مهمانه باشه موقعی که دینت رو بپرستی موقعی که نظامت رو بپرستی موقعی که تشکیلاتت رو بپرستی ولی از هدف تشکیل قافل بشی از هدف دین قافل بشی از هدف علم قافل بشی تقدساتت مهمان است قربان شما بفرمی درود بر آقای دکتر ریاضتی بفرمین خوش آمدین من از ایران صحبت میکنم میخواستم بگم که شما به نظر شما فکر من که اینجور فکر میکنم که تمام این پیام برای که آمدن در اون زمان نادانی و چیزی مردم از نظر مغزی و فکری مثل یه بچه بودن یه بچه وقتی عقل و شعور نداره میگی دست نزن به این هی برای بگی این میکروبه یا این بدن زرار داره سرش که نمیشه ب... ازش میگیری چیخ میزنه آفرین چی کار میکنی برای که این بچه رو آروم بکنی میگی اگر بس بزنی چیخ بزنی میگم لولو بیاد بخوره. آفرین به شما حالا این لولوی که الان میاد این بچه وقتی که رشدش بارنه آیا برای این بچه میشه و گفت لولو میاد بخوره؟ آفرین به شما آفرین آفرین ممنونم ز... زحمت کشیدین ممنون. از ایران زنگ زن زدین ممنونم اون وقتا من میگم حسه خدا برد حسه بله بله وجود ما هست که در تمام وجود انسان ها، آفرین به من برای خودم می آفرین آفرین خیلی ممنون دارو دوست دارین و تمام انسان ها رو دوست داشته باشید مثل یک مادری که بچه زیاد داره یه بچهش بده از آب بعد در اومده و از بچهش ناراحته ولی دوست نداره یه به اون بچهش آفرین آفرین آفن ممنونم ممنونم زحمت کشیدین الان میدونم دیر وقت در ایران ولی یعنی. الان خیلی هم خوب خیلی از تلویزیون توجه بفرمایید من یک دقیقه و پنجاه ثانیه دارم خطوتم هم میدرخشه ولی ببینین چقدر این خواهر بزرگوار دقیقا از کشور مقدس ایران مسئله فهمیدن به جای اینکه انسان ستیزی بکنیم دین ستیزی بکنیم علم ستیزی بکنیم قبول بکنیم که این تعاریف این تماثیل، همش بر حسب دوران بلوغی و تکاملی عالم عوض میشه و مشکل امروز آن است که درد امروز را درمان دیگر است و بایستی دنبال اون درد باشیم که بتونیم درمان رو بیابیم و اگر درمان رو یافتیم سعی نکنیم بر دیگری تحمیل کنیم بلکه به مسابه یک برادر و خواهر باهاش شریک کنیم و بهش احترام بذاریم حتی اگر قبول نکرد من متاسفانه نمیتونم خطوط دیگر رو بگیرم چون چهل ثانیه بیشتر ندارم فقط در اینجا میخواهم این فرصت رو غنیمت بشمارم از شما عزیزانم که توجه کردیم به این برنامه نهایت درجه تشکر رو بکنم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بسپارم و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین خدا نگهدار